فهمیدم گل قشنگم. برسونم به محل کارش خیلی زود برمیگردم پیشت. آره. صبح زود میرم بیرون تا داداشت منو نبینه و اگه بال کسی رفت شب میام پیشت. باشه پرنسسم، بعدن میبینمت. میبوسمت عزیزم. دختر، اگه کار باره تموم شده یه چای دم کن که یه عالمه کار دارم. داداش شب بلیط اتوبوسو میگیری نه؟ نه، خانومم امتحانای خودشو داده، فردا مصاحبه کاری داره. کارش تموم شد با هم برمیگردیم. چیزه داداش، اگه خانومت تو امتحان موفق بشه برای همیشه اینجا میمونی؟ نه دیگه، خدا به روی هیچکیو نریزه دختر. اگه موفق شد انتقالی میگیریم به همونجا، عروسی میکنه و زن خونه میشه تموم. اگه خیلی دوست داشت میاد ور دل خودت صبح پیش تو کار میکنه. داداش هنوز معلوم نیست که من چی کار میکنم، یعنی هنوز خیلی مونده تا من بیام اونجا. دختر بیچاره رو منتظر نذار. دختر اون صبر میکنه، اما تو مثل این که حرف تو سرت نمیره. نمیفهمی چی میگم؟ ای بابا صبح به این زودی داری دیوونم میکنی. برو آشپزخونه به کارت برس، زود باش. گیری افتادیم ها. پسر بیا بیا ببینم تموم شدن یا نه. تموم شد، همشو وسط ردیف کردم، همشون تموم شدن، ولی منم از خستگی له شدم والا. فقط مونده فروششون، اما امروز اصلا وقت نمیشه. چرا داداش؟ امتحان هفته یه پیش که گرفته نشد امروز گرفته میشه. امروز باید برم دانشگاه. تازه صابخونم اومده بود، یه عالمه حرف زد و گفت 10 روز از کرایه خونه گذشته. خب اگه میخوای من برم برات بفروشم. راستش نمیدونم میتونم بفروشم یا نه، اما سعی خودمو میکنم. رفیق تو این کارو برام میکنی؟ البته. واقعا که آدم مهربونی هستی، دمت گرم. ببین جای فروشم منطقه ارتاکوه، بهت میگم چطوری بری اونجا. همین که قیمتای همه لباسا رو بهت بگم کارم تموم میشه. صبح بخیر. صبح بخیر. به خاطر پانسمان خیلی ممنونم، زحمت کشیدین. خواهش میکنم، کاری نکردم. بفرمایین. خواهش میکنم خانم، شما بفرمایین. روزتون بخیر. اگه میخوای کم استراحت کن. تو میری دانشگاه؟ آره، اما درس نداریم، فقط یه امتحان داریم و میرم و زود برمیگردم. اگه چیزی میخواستی بهم زنگ بزن. بارش، به خاطر همه چی ازت ممنونم. به بقیه زنگ زدی؟ کی میان پیشت؟ زینب، من یه کاری کردم. چی شده؟ قبل از تصادف کردن بارش به هم گفت که به هم میزنیم. آها. منم به خاطر این که تو بیمارستان تنها نباشم. اوف. بگو. بهش گفتم که پرورشگاهیم. چی؟ تو دیوونه شدی دختر؟ خب چی کار میکردم اگه نمیگفتم؟ ترکم میکرد زینب. اصلا باورم نمیشه. اگه مامانت بشنوه حتما ناراحت میشه. آدمی که میخواد بره حتما میره، زحمتت بیفایده است. درسته کارم اشتباه بوده، اما میخوام با هم بمونه. خودت میدونی که چقدر دوستش دارم زینب. به جای اینکه دروغ بگی بهتر بود یه کار دیگه انجام بدی. فعلا بارش یکم سر شلوغه. شاید اونم به مرور زمان عاشقم بشه. بعدش هم اون نرفت، اگر نه میتونست بره. فکر کنم اونم به من یه حسی داره. تو داری خودتو گول میزنی، باورم نمیشه. حواست باشه منو قاطی این موضوع نکنی بهار، فهمیدی؟ تو هم سعی کن چیزی بهش نگی، فهمیدی زینب؟ یعنی دیگه چیزی ازت نمیخوام. شب حرف میزنیم. فکر کنم منتظر شخص خاصی هستی.
باشه، پس من میرم. روز خوبی داشته باشی. اما شب منتظر خبرای خوبی هستم. این دفعه نگی که نتونستم حرف بزنم. این ماجرا باید تموم بشه. باش، خدافظ. صبح بخیر پک. صبح بخیر. آماده ای که بریم؟ بارش رفته؟ خیلی وقتی که رفته، یعنی قبل از طلوع آفتاب رفته. نه، در از شب رفت بیرون، کاری داشته. شایدم کسی مریض شده بود، نمیدونم. اما دانشگاه میاد، چون امروز امتحان داریم. صبر کن یه بار بهش زنگ بزن. زنگ میزنی که من جواب بدم؟ وقتی رفت بیرون موبایلش رو جا گذاشت. رفتیم دانشگاه بهش میدم. خونسردی تو حفظ کن، اونقدرام سخت نیست. مثل رومئو نمیتونم حرفای قشنگ بزنم، اما منو یه امروز تحمل کن. بریم؟ خب بریم. خسته نباشی ملک خانم جون. آی خدا رو شکر اومدین، خیلی منتظرتون بودم امل خانم. خیر انشالله، چیزی شده؟ من باید خیلی زود برم دانشگاه دخترم. آی چی شده؟ مشکل پیش اومده؟ خب نمیدونم این موضوع رو چطوری بهتون بگم. دیشب آقا برهان یه حرفایی زد که نتونستم درست جوابشون رو بدم، به خاطر همین میخوام برم. چه حرفی بود ملک خانم؟ خب راستش از احساساتش حرف زد تو این سن و سال، واقعا حرف زدن در این مورد درسته؟ والا فهمیده بودم، از چشمای آقا برهان فهمیده میشد. بعدش هم سن شما چه مشکلی داره؟ نه خانم، امکان نداره. میرم، هر چقدرم از دستم ناراحت میشه مهم نیست، بهش میگم تا دلم یکم آروم بگیره. خب هر طور راحتی. تارکان چطوری داداش؟ خوبم رفیق، تو چطوری؟ خب چطور باشم، خودت بهتر میتونی؟ دنیز اومدم استانبول، آب دستته بذار زمین، میخوام ببینم. داداش من خونه نیستم، یه کمی کار دارم، نمیشه فردا صبح ببینیم؟ خب پسر شب برمیگردم آنکارا، تا اینجا اومدم خودتو تکون بده بیا ببینمت. در مورد چیدم خبرهای زیادی واسط دارم، حالا به خودت بستگی داره داداش. میام داداش، دو ساعت دیگه خودمو میرسونم. باشه بیا منتظرتم. بفرمایین آقا، با کی کار داشتین؟ وقتی آدم دوبار میاد اینجا فامیل میشه، چه طرز حرف زدنته؟ اول اینکه عجله دارم، برو کنار. دوم که به تو چه؟ به تو چه یعنی چی؟ یه بار که بهت گفتم مسئول این آپارتمان منم و نگهداریش به عهده منه. حالا درست حسابی بگو با کی کار داری؟ به خودش زنگ میزنم اگه شناختت که هیچ، وگرنه همچین بزنم صدای سگ بدی. اومدم دیدن ملکه خانم داداش. ما همدیگه رو خیلی میشناسیم، اگه از کلت یکم استفاده کنی. همین دیشب اومده بودم پیشش، مگه ندیدی؟ چی کار داشتی که اومده بودی؟ تو این چیه؟ به تو چه، حالا واسه ما دادگاه تشکیل دادی؟ برو گم شو. تو دیگه کی هستی؟ برو اونور بابا. روز بخیر محلا خانم. روز بخیر. بفرمایین شما چیزی میخواستین؟ شما هم بفرمایین. مامانتون وقتی اومده بود پیشم از رستوران خیلی خوشش اومده بود، براشون یه سوپ پاچه خوشمزه آوردم، اونو شجون کنید. وای زحمت کشیدین واقعا. عزیزم چه زحمتی. شما هم حتما بیاین رستورانم، منومون غذاهای زیادی نداره اما حتما خوشتون میاد. مامان بزرگ. آی آقا فیزی چقدر سر و صدا میکنین، چی میخواین به من بگین؟ من میرم فروشگاه، گفتم اگه چیزی لازم دارین به من بگین که بیارم. چی شده آقای نگهبان؟ چرا گیج میزنی امروز؟ تو یکی اینجا چی کار میکنی؟ من برای شما سوپ آوردم خانم. امیدوارم منو ببخشید. نوش جونتون، روز خوبی داشته باشید. روز بخیر. روز بخیر.
رفیقای تئاتره. استاد باورم نمیشه فقط 10 روز مونده به اجرا. بله باید خیلی تلاش کنیم. بله زود باشین، بقیهش هم باید اون بعد نصب کنیم. زود باشین. شنر، بارش کجاست؟ ندیدیش؟ من بهارم پیدا نکردم، شاید با هم رفتن. نه با هم نیستن، یعنی نمیدونم، من امتحان دارم باید برم. خب بارش چطوری؟ حالت چطوره؟ خوبی؟ نگرانت شدم. بارش میگن امتحان شروع شده، عجله کن. بعدا حرف میزنیم. باشه باشه. اپک تبلیغاتو دیدی؟ تو بوفه داشتن نصب میکردن، حتما برای تشویقت میام اونجا. سارپ همچین نقش مهمی ندارم، یه نقش خیلی کوچیکه. نمیفهمم چرا اینقدر ناامیدی، بالاخره توی اون صحنه هستی دیگه، درسته؟ خیلی خب بریم بیرون، هوا خیلی خوبه. باشه بریم. خیر باشه رئیس، منو خواسته بودین؟ نه دیگه امروز نمیرم، از فروشگاه اصلا نمیخوام برم بیرون. هر موقع از این پاکتو بهم میدین یه مشکلی پیش میاد، این دفعه بدین به کسی دیگه. خب اگه پولو رد میکنی دیگه به خودت بستگی داره. یعنی توش پوله؟ اینا برای منه؟ باورم نمیشه بابام به خاطر پنهونکاریاش از شما استفاده میکنه. بهش بگی نمیتونه انقدر راحت گناهاشو بشوره، یه قرونش هم نمیخوام. من نمیدونم بابات کیه و مشکلتون چیه، اما این حقوق خودته. یعنی چی؟ نظر به قوانین شرکت، هر هفته که بهت حقوق دادیم اونام حساب میشن. الان یه ماه کامل شده، دیگه میتونی بری. مگه الکی؟ اول باید تصویر دوربینا رو ببینم. تصاویر نیستن، هیچ وقتم وجود نداشتن. یعنی چی؟ فکر میکنی ما اینقدر بیکاریم که 24 ساعت تصویر ضبط کنیم؟ یعنی من یه ماه دارم الکی اینجا کار میکنم؟ من اینطور فکر نمیکنم. تو کار کردی، پولتو گرفتی، تجربه کسب کردی و ما از آشنایی باهات خوشحال شدیم. یعنی به خیر خوشی اخراجم. فکر میکردم دلت نمیخواد دیگه اینجا کار کنی. باید قبلا میگفتین تا فکرامو بکنم. اگه خودت بخوای من مشکلی ندارم. خب این چیزا نیاز به فکر کردن داره، نمیشه که همین الان جواب داد. یکم حقوق بره بالا، وقت کاری کمتر بشه، تعطیلی و تفریح همه چی باید باشه. خب شرایط ما فعلا همینه ازگر خانم، اگه خوشت بیاد. چرا خوشم نیاد رئیس؟ رئیس خوبی مثل شما پیدا نمیشه. اپک میخوام اینو بذارم پیش تو، باشه؟ شاید خنده‌دار باشه، اما اینو به خاطر موفق شدنم انداخته بودم گردنم. حالا که به چیزی که میخواستم رسیدم، میخوام اینو تو بگیری، حتما خوششانسی برات میاره و تو تئاتر موفق میشی. سار چقدر قشنگه، نمیتونم قبولش کنم. این برای تو خوششانسی آورده، بهتر پیش خودت باشه. نمیخواد الان ردش کنی، هر وقت لازمش داشتم میام و ازت میگیرمش. باشه پس بندازم گردنت. آی مامان، اجرا داشتی؟ گردن بندم افتاده بود، سار پیداش کرده، هم کلاسی مونه، گفتم ببنده. مامان تو چرا اومدی اینجا؟ اومدم با استاد برهان حرف بزنم. دیشب که خونمون بود، خب باش همونجا حرف میزدی. ای بابا، حالا من باید به تو حساب پس بدم؟ اومدم در مورد کار باش حرف بزنم. دخترم تو درس نداری؟ پس وقت منم نگیر. خسته نباشین. خوش اومدین آقا صالح، بفرمایین. خانم خیلی ببخشین، من اومدم ملکه خانم رو ببینم. ملکه خانم گفت میرم استاد برهان رو ببینم، شما بشینید براتون قهوه بیارم. خوش اومدین ملکه خانم، سرفرازمون کردین، بفرمایین داخل، بفرمایین. خیلی ممنون. باور کنین خیلی از اومدنتون خوشحال شدم. چی براتون بیارم؟ چای یا قهوه؟ نه میل ندارم. خب فقط اومدم چند کلمه با اتون حرف بزنم، کار دارم باید برم.
سراپا گوشم، بفرمایید ملکه خانم. نمیخوام زیاد کشش بدم، فقط خواستم در جواب حرفای دیشبتون یه چیزی بهتون بگم. خوشحال میشم، بفرمایید. ما هر دومون سنمون بالاست، بچه های جوون داریم، به نظرم کار خوبی نیست. شما آدم خوبی هستین، اما حرفای دیشبتون رو خواهشن فراموش کنین، من سعی میکنم نشنیده بگیرم. شما استاد دخترم هستین و برام خیلی قابل احترامین، این موضوع رو همینجا تموم میکنیم. اگه بازم یادآوری کنید رابطه کاریمونم با هم قطع میکنیم. بگو آبجی. آقا بیرول سلام، میخواستم با آسین حرف بزنم. خب آسین رفته با مدیر صحبت کنه، حرف مهمیه به من بگین. نه من باید با خودش حرف بزنم. راستی اگه شب کاری ندارین بیاین خونه ما، همگی دور هم خوش میگذره. که اینطور، به آسین میگم بهتون زنگ بزنه. پس باشه آقا بیرول، شب منتظرتونم. باشه، با امید دیدار، روزتون بخیر. داداش شما که هنوز نرفتین، تو که گفتی میرم به دیدن عشقم. ببین از دستت شوکی شدن از بس اومد اینجا. اگه حرفی داره بیاد به خودم بگه، انگار خودم خیلی خوشم میاد بیام اینجا. فکر کنم یکم حواسش پرت شده، از اون دختر اصلا دور نمیشم. فهمیدم، یعنی اینجا نمیتونی ببینیش. خب برو بالای کثیر، بهتر نیست اونجا بری دیدنش ها؟ مگه من از تو نظر خواستم؟ بعدش هم فعلا که باید به دعوت برسیم. دعوت چی؟ نکنه یادت رفته اون دختره گفت بیاین خونم، انقدر قشنگه، فلان منظره داره و فلان و بیستاره ها؟ داداش حالا اون دختره یه تعارفی زد، نمیخواد که حتما بری. بعدش هم ما اونجا بریم چیکار کنیم؟ تمام روز تو دانشگاه کار میکنه، حتما خسته میشه، چطوری مهمون نوازی کنه؟ والا خودت بهتر میدونی، اگه دوست نداری نرو، اما من میرم. تو که تو اتاق تلویزیون نداری، کامپیوتر نداری، حوصله رو سر میبره به خدا. بریم اونجا یکم سرگرم شیم دختر. داداش من نباشم تو واسه چی میخوای بری خونه اون دختره ها؟ نگران نباش، اون پسرم میاد. مگه ندیدی دیشب چطوری بهم نگاه میکردن؟ الانم حرف اضافه نزن، موبایلتو بده بهش زنگ بزنم بگم میایم. بده. داداش تو رو خدا این کارو نکن. آسین چرا انقدر مخالفی؟ نکنه چیزی رو پنهون میکنی ها؟ نه نمیخواستم ناراحتتون کنم، ولی خواهش میکنم شما منو درک کنی. اصلا نگران نباشین ملکه خانم، من کاملا درکتون میکنم. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، روزتون بخیر. روز بخیر. درک میکنم، درک میکنم، ولی به این راحتی ازتون منصرف نمیشم. حتما یه راهی پیدا میکنم تا رضایتتون رو بگیرم. این کارا رو نکنین، این کارا اصلا فایده نداره، دارین بی خودی خودتون رو خسته میکنین. ببینین آقا ساله، میدونم باورش براتون سخته، اگه فال درست بود باور کن، اگه نبود نکن. ولی آقا ساله، شما تو زندگیتون سختی و مشکلات زیادی رو تحمل کرد. اوف 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 اوف، دارم یه زن میبینم، سنش خیلی زیاده ولی خیلی خوشگله، یه زن عالیه، دل خیلی پاکی داره، نسبت به شما هم حس خاصی داره، روش تأثیر داشتین. یعنی شما دارین همه اینا رو میبینین؟ دیدین؟ شما ملاقه من شدین؟ نه خانم، من فقط همینجوری گفتم. ولی هرچی بگین قبول نمی کنه. فکر کنم یه زن بیوست. دارین جدی میگین؟ بله، پوستش سفیده ولی رنگ موهاش تاریکه، موهای درازی داره، چشاش مثل منه. چشمای این زن جز شما هیچکیو نمی بینه. سلام آسین جان. ایرول چطوری؟ خوبم عزیزم، خودت چطوری؟
راستش من اصلا خوب نیستم. چی شده؟ راستش به خاطر دیشب خیلی شرمنده‌ام. در ضمن داداشم اصرار داره که بهت زنگ بزنم شب بیایم خونه‌تون. اگه مجبور نمی‌شدم این کارو نمی‌کردم، ولی خودت که می‌شناسیش. آروم باش آسین جان. یعنی به خاطر همین ناراحتی؟ من شب حتما منتظرتونم. خب اگه این موضوع رو به آرکان بگم اون حتما از دستم ناراحت میشه. این مشکلت هم خودم حل میکنم عزیزم، تو نگران نباش. یعنی حقوقتو خیلی زود بهت میدن؟ حتما عزیزم. خب چقدر بهت میده؟ والا شرکت ها با هم فرق میکنن، ولی از 1000 لیره کمتر نیست. اگه بتونم موفق بشم تا آخر دانشگاه لازم نیست دیگه کار کنم. تو گفتی 1000 لیره؟ خب این کار از کجا پیدا میکنی؟ من قبلا ثبت نام کردم ایپک، هر موقع نیاز داشتن به هم زنگ میزنن. نرگس جون، میشه منم حتما ثبت نام کنی؟ خوبه، بریم. نه، اصلا امکان نداره. چه ربطی داره؟ من از اون آدم اصلا خوشم نمیاد. میدونم، منم اصلا از این موضوع خوشحال نیستم. اما باید یه خورده آسین رو درک کنی آرکان. تو اصلا میدونی اون دختر الان چقدر ناراحته؟ ایلون، میشه دیگه بس کنی؟ خودت میدونی. اگه نمیخوای خب نیا. اما من مجبورم از آسین و برادرش پذیرایی کنم. خودم بالاخره یه کارش میکنم. اوف آسین اوف، از دست اون دیوونه به چه روزی افتادیم؟ معذرت میخوام، تو این مدت با کارام تو رو ناراحت کردم. من اصلا ناراحت نیستم آرکان. من هرچی میگم فقط به خاطر خودت آسین میگم. اگه دیگه نمیخوای این رابطه رو ادامه بدی خب بی خیالش شو. یه چیزی بگم، از این وضع اصلا خوشم نمیاد، اما چی کارش کنم؟ رفیق، کار پرستاری رو شروع کردی؟ به پدر و مادرش زنگ میزدی؟ اونا باید مراقبش باشن. داداش آخه چرا داری این حرفا رو میزنی؟ گفتم نزدیک بود دختره به خاطر من بمیره. والا من هرچی میگم تو بازم داری حرف خودتو میگی. فکر کنم احساس انسان دوستیت خیلی گل کرده. صابخونه بهت زنگ زد؟ نه زنگ نزد. کله سحر بود که خودش یهو اومد در خونه. چرا کرایتون رو ندادین؟ این کارا به ضررتونه ها. منم یه قولی بهش دادم. میخوای چی کار کنی؟ داداش، تا حالا دیدی من بد قولی کرده باشم؟ لباسایی که داریم همشو دونه دونه میفروشم. پولشو جمع میکنیم و میدیم کرای خونه. تو که اینجایی؟ منم اونجا رو ندیدم که. انیزو که میشناسی؟ آه. داداش خیلی آدم خوب و مهربونیه. گفت خودم حلش میکنم. به نظرت میتونه این کارو بکنه؟ امتحانمون که تموم شد. الان با هم میریم پیشش. شت. تو نگران نباش. اون آدم صبح تا حالا داره هی سراغ تو رو ازم میگیره. حتما برو پیشش. امتحان چطور بود؟ بد نبود. شما راحت باشین، من دیگه میرم. خدافظ. بارش، بریم ارتاکوی؟ الان؟ آره، میتونیم با هم حرفم بزنیم. ببخشید من الان میام. میشنوم. بارش، تو نمیای؟ زینبم نیست، دستم خیلی درد میکنه. باشه میام. من الان باید برم یه جایی. خیلی خوششانسی، یه کار خیلی خوب پیدا کردم ایپک. به خاطر تبلیغات هر دومونو خواستن دختر. یالا بیا بریم. چیدم و فراموش کن داداش. دلش که میخواد با کورایی باشه یا با هر کسی دیگه. یعنی چی فراموشش کردی؟ چی داری میگی؟ میخوام از اول شروع کنم. دخترها همشون درد سرم. همیشه دعوام میشد. ولی دختر خیلی خوبیه. یعنی راستش الان دارم یه نفس راحت میکشم. دیگه میخوام رو پاهای خودم وایسم. دمت گرم داداش. امیدوارم همیشه موفق باشی.
میخوام یه گیتار بخرم، میتونی با هم بیای؟ خب راستش داداش، باید یه جایی برم، یه کمی کار دارم. آه، داری بهونه میاری یا؟ پاشو انقدر ناز نکن داداش، بیا بریم. باشه. بزن برم. شما اومده بودین مغازه ما؟ آره، برای دیدن شما. اما فکر کنم شما رفته بودین پیش آقا برهان. آخه این چه حرفیه؟ رفتم جواب سوالشون رو دادم و برگشتم. خیر باشه خانم، خیر باشه. من نمیدونم شما چتون شده، چرا دارین اینجوری حرف میزنین؟ طعنه آمیز، با طعنه و کنایه حرف میزنین. این اصلا در شأن شما نیست. به آقا برهانم گفتم، گفتم ما انسانای بزرگی هستیم، گفتم باید مطابق سنمون رفتار کنیم، گفتم شما چیزی نگفتین و منم اصلا چیزی نشنیدم، به همین راحتی موضوع رو بستم و اومدم همین. یعنی واقعا به اون آدم جواب منفی دادین؟ آره. خب معلومه. خیلی ممنونم. آی آقا برهان، معلومه شما دارین چی کار میکنین؟ معذرت میخوام، منو ببخشین، یه دفعه شد نتونستم خودم رو کنترل کنم. میدونین من از اولم از آقا برهان خوشم نمیومد، وقتی شما گفتین به جواب منفی دادین هیجان زده شدم. باشه من باید برم دیگه، امن خانم منتظرم، باید برم. خدافظ خانم، بعدا میبینم اتون. خوبی داداش؟ وای فراری، میبینم که میز من خیلی زود خالی شده. تو که هیچ وقت نیستی، از صبح تا حالا منتظرتم. چی میگی داداش؟ یه دوستمو فرستاده بودم، تا حالا نیومده؟ هیچ کی نیومده داداش. وای پاک، یادم رفت داداش، من باید برگردم رستوران، جنسا رو اونجا جا گذاشتم. جدی میگی؟ زود باش داداش، یالا بودو. یه خورده به طرف راست بچرخین، دستتون رو بذارین تو جیبتون، با اعتماد به نفس وایستین. یالا اونو تا بیار. دست به سینه وایسا، موهات هم میتونی بندازی پشت سرت. عالیه. وقتی اومدین دنبال لباستون، این رسیدم با خودتون دستتون بیارین. دستتون درد نکنه. ممنونم. ممنونم، خواهش میکنم. آین آقا ساله چقدر آدم خوش اقبالیه، قدمش هم پربرکته. از وقتی رفته چند تا مشتری اومده کاراشون رو تسلیم کردم و رفتن. هم با برکته و هم خوش اخلاقه. راستی حرفتون نیمه تموم مون، بعدش چی شد؟ دیگه چیز خاصی نگفتیم، همه چی تموم شد. همین که تموم شد منم زودی اومدم بیرون. همین. آقا برهان ناراحت شد؟ ملکه خانم، اگه یه چیزی بهتون بگم منو اشتباه درک نمی‌کنین؟ نه. امروز با آقا ساله در مورد خیلی چیزا صحبت کردیم. خواستم بگم اگه یه موقع در مورد من چیزی به شما گفت یا چیزی ازتون پرسید، میشه خواهشن بهم بگین؟ میگم شما چرا همچین حسی پیدا کردین؟ نکنه از شما خوشش اومده؟ نمیدونم، یه جوری به چشم خیره میشد، شاید ازم خوشش اومده باشه. عکساتون خیلی خوب افتاده. هنر سینما بهترین انتخابیه که کردین. ما تبلیغات زیادی واسه دخترایی مثل شما داریم. من که خیلی خوشم اومده. با رئیسمون صحبت میکنم. مطمئنم حتما شماها رو برای این کار انتخاب میکنه. آهای. همه جا دارم دنبال تو میگردم. اصلا معلوم هست کجایی؟ یه اتفاقی افتاده، خودم هم سردر نمیارم. بولیزا غیب شدن. یعنی چی که غیب شدن؟ یعنی گم شدن. اون همه لباس چجوری غیب شدن دنیز؟ راستش خودم هم نمیدونم،
گذاشته بودم تو رستوران. وقتی دوباره برگشتم اونجا، بولیزا اونجا نبودن. داداش، از جلوی چشمام گم شو. گم شو. وگرنه به خدا حتما یه بلایی سرت میارم دنیز. داداش معذرت میخوام. چرا معذرت میخوای احمق؟ من الان به صابخونه چی بگم ها؟ زحمت و سرمایه‌مون از بین رفت، حالا اومدی میگی معذرت میخوام؟ از دست تو دنیز، از دست تو. اگه بازم درد داشت روزی دو تا دونه از اون قرصا بهش بده، اما اگه بهتر بود یه دونه بده. فهمیدی؟ باشه، نگران نباش. بارش، تو چرا بلند شدی؟ خواستم همراهیت کنم، فردا تو دانشگاه میبینمت. تو با این حالت چجوری میخوای بری دانشگاه؟ اما باید برم، وگرنه از درس ها عقب میمونم. به امید دیدار. بیا. راستش خیلی دلتنگ غذای خونگی شده بودم. واقعا از غذای بیرون خسته شده بودم. چی میگی؟ ولی قبلاً غذای بیرون خیلی دوست داشتی. بله، اما مهمتر از اون اینه که موقع غذا خوردن کی باهاته. غذا هر چقدرم خوشمزه باشه اما خوشحال نباشی اصلا مزهشو نمیفهمی. فکر کنم مهمونمون رسیدن. میشنوم. سلام شنر، منم اپک. ببینم بارش پیشته؟ هنوز نیومده اپک. خب تو میدونی کجاست؟ نمیدونم، الان نمیتونم حرف بزنم. میشه بعدا حرف بزنیم اپک ها؟ حالا اصلا خوب نیست. استاد، خب یه پیشبندم میبسیم، مگه مرد تو آشپزخونه کار میکنه؟ مشکلی نیست، من همیشه به عشقم کمک میکنم. تازه بچه ها تو آشپزی خیلی ماهره. به خاطر این نمیگم که نام زدمه، اما آرکان اگه گوشت مرغ رو درست کنه سیر نمیشین. هرچند من همیشه تو این سالا دستپخت آرکان رو چندین بار خوردم، اما هر بار خوشمزه تر بوده. نه دیگه، دستپخت تو هم خوبه. خب وقتی آدم شاگرد تو باشه معلومه که دستپختش هم خوبه، نه؟ اینا کی پخته؟ هر دومون پختیم. والا دمتون گرم، دستتون درد نکنه. نوش جونتون. نوش جونتون. عشقم، یادم رفت نوشیدنی بیارم، میشه تو بیاری؟ میارم عشقم. آقا فیزی جون بفرمایی. تو این خونه چه خبره؟ شما مگه چند نفرین؟ شما این همه نونو میخواین چی کار؟ شاید باورتون نشه ولی من تو خونه تنها. مادرم کار داشت رفته بیرون، بقیه هم هنوز نیومده. یعنی داره بهتون خیلی خوش میگذره؟ خوبه. ببینم اون آدم چرا هی چپ و راست میاد اینجا؟ آقا فیزی جون، اون آدم دست از سرم بر نمی داره. فکر کنم مامانم ازش خوشش اومده. ازت خواهش میکنم یه خورده عجله کن، ازم خواستگاری کن، وگرنه به زودی منو از دست میدی. چی داری واسه خودت میگی مهلا؟ خستم کردی. با مادر بزرگ ترس دادم، اون اصلا نمیخواد تو رو شوهر بده. پا تو از زندگی من بکش بیرون، من یه زن بیوه نمیخوام. آقا فیزی جون، همدان که این کارو نکرده،
درک میکنم، میدونم، اما چی کار کنیم؟ اگه نشد این هفته سه روز میریم سر کار. داداش، آدم انقدر بی مسئولیت؟ خب اگه نمیتونستی این کارو بکنی، خب به همون میگفتی. حتما صبحونه است، تو برو، من اصلا حوصله‌شو ندارم. باشه، خودم میرم. اومدی؟ زنگ زدم جواب ندادی، خیلی نگرانت شدم. نشنیدم، معذرت میخوام. دوستت چطوره؟ بد نیست. بارش، میشه با هم حرف بزنیم ها؟ باید بریم بیرون، شنر حالش خوب نیست. تو برو، منم خیلی زود میام. باشه؟ باش. ایپک میخواد حرف بزنی، دارم میرم بیرون. میخوای همه چیزو بهش بگی؟ به خاطر مراقبت از اون دختره میخوای ایپک رد کنی؟ آره؟ بعضی وقتا فکر میکنم خیلی احمقی بارش. چند ماهی صبر کن، بالاخره همه چی درست میشه. به خاطر یه دختره بهونه‌گیر و بی‌مسئولیت میخوای ایپک رد کنی؟ با این کارات بدجوری داری میدید رو اعصابم. تقصیر تو شنر، نزدیک شدن به بهار ایده تو بود. حال اون دختر اصلا خوب نیست، به زمان نیاز داره، واسه خودم هم راحت نیست، اما فعلا نمیتونم. برو داداش، برو. خدا شکر بالاخره اومدی نمیل خانم. مامانم 50 بار بهم زنگ زده، منم خیلی عجله داشتم اما نتونستم برم، منتظرتون موندم. آی معذرت میخوام ملکه خانم، ترافیک سنگین بود، دیر شد. به هر حال شبتون بخیر. آی یه لحظه صبر کن، خیلی دنبالش گشتم تا بالاخره پیداش کردم. قند خون آقا ساله بالا رفته، اینو بجوشونه و بخور، اگه اینو بهش بدین ممنون میشم. حتما امیل خانم. بهشون سلام منو برسونین. حتما. تا به هوش اومدم یه بر تو دهنم بود، همینجوری خوشکم زده بود، واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. بقیهشو تعریف نکن، دارم از خنده میمیرم به خدا. اگه من بلد یه داستان تعریف کنم مطمئنم قش میکنی. آسین اینجا چی کار میکنی؟ دلم واسه تنگ شده بود عشقم. آسین داری چی کار میکنی؟ فکر نکن نمیفهمم داری دستم میندازی. منم از این وضعیت اصلا راضی نیستم، همین که داداشم از اینجا بره همه چی درست میشه. میدونم مزاحمتون شدم اما داداشت کارت داره آسین. اوف، از دستش خسته شدم به خدا. چیزی میخواستی داداش؟ آره بیا بشین. نباید به همون شک کنه. خسته نباشین یلدیز خانم. وای نمیتونم، امروز چقدر خسته شدم. الان این پله ها اصلا تمومی ندارن. رفتم از بانک پول بگیرم. آی خیلی شلوغ بود، اصلا نوبت نمیرسید. خب میگفتین، من به جای شما تو صف وای میستادم. ممنون پسرم، زنده باشی. تو این مدت به خاطر ما خیلی اذیت شدین. این کرایه ماه گذشته و ماه آینده است، خواهش میکنم بگیرین. ببخشین دیگه دیر شد. اصلا عجله ای نبود یلدیز خانم. استغفرالله پسرم، چه الان چه بعدن، بالاخره کرایه حقتونه دیگه. اما شما همه پولاتونو به من دادین، پس مخارج خونه رو چی کار میکنین؟ آقا ساله، هر چیزی برای خودش حساب کتابی داره. من برنامه ریزی کردم، حقوق من واسه کرایه و حقوق ملکم به خاطر مخارج خونه کافیه. شما نگران نباشین، بریم. باشه، خدا ازتون راضی باشه، روزتون خوش. خوش اومدین، شب بخیر. شب بخیر، منم داشتم می اومدم پیش شما. قند خونتون بالا رفته، اینو باید بجوشونین و بخورین، واقعا خیلی خوبه. آه ملکه خانم، واقعا که شما این اسمتون یه فرشته این، بین این همه مشکلاتتون بازم دارین به من فکر میکنین. خیلی ممنونم.
استغفرالله، خواهش میکنم، وظیفمه. مهم اینه که حالتون خوب بشه. حالا که انقدر به فکر من این، حتما خوب میشم، اصلا شک ندارم. شبتون بخیر. بفرمایین. زمستون تموم شد ولی من هنوز سردمه. نمیدونم پالتومو کجا گذاشته. فکر کنم همین جاها بود. این دیگه چیه؟ بارش، تو دیشب تو خونمون میدونی منظورم چیه؟ چرا منو بوسیدی؟ منم میخواستم راجبش صحبت کنیم. اون کارم یه اشتباه بود، یعنی واسه فعلا. اشتباه؟ واسه فعلا؟ بارش تو الان چی داری میگی؟ یعنی همه چیز یه اشتباه بود همینطوره؟ آره اشتباه. خب چه جوری بگم؟ یه چیزایی هست که فعلا نمیتونم بهت بگم. همه چی به هم ریخته است. موضوع چی؟ چی شده؟ بارش خواهش میکنم به هم بگو چه اتفاقی افتاده. وقتی منو بوسیدی با خودم گفتم دوستم داره، ولی فکر کنم واسه تو همش یه مسخره بازی بوده. آره نمیخواستم اینجوری بشه. پس میخواستی چه جوری بشه؟ منو ببوسی همینو بس؟ بعدش بگی اشتباه کردم، مثل قبل ادامه بدیم. آره الان فهمیدم، تو میخواستی ازم انتقام بگیری. میدونم، باید از اول میدونستم که هدف اصلی تو همینه. من بهت اعتماد کرده بودم بارش، چقدر دیوونه بودم. حرف بزن، یه چیزی بگو، بگو حقت بود گولت زدم، بگو دیگه. اینجوری سرتو ننداز پایین، یه چیزی بگو، زود باش دیگه. من ازت متنفرم.